بوکلیت کتاب هنر ظریف بیخیالی اثر مارک منسن روشی غیر معمول برای داشتن یک زندگی خوب مرجع خلاصه ارزشمندترین و پرفروشترین کتاب دنیا با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه فقط روی امور مهم زندگیتان تمرکز کنید و به بقیه امور توجه نکنید فرقی نمی کند در یک کشور پیشرفته زندگی می کنید یا در یک کشور فقیر همه ما انسان ها همواره با فرصت هایی روبرو می شویم که اگر به خوبی از آن استفاده کنیم به پیشرفتی که اید آلمان است دست خواهیم یافت انسان امروزی همیشه با گزینه های زیادی روبرو است از انتخاب شغل گرفته تا انتخاب منابع خبری برای دنبال کردن اخبار روز و حتی انتخاب همسر امروزه انسان توانسته رفاه بیشتری را در مقایسه با اجداد خود به دست بیاورد پیشرفت علمی و پزشکی امید به زندگی را نسبت به گذشتگانمان افزایش داده است بنابراین در چنین شرایطی چرا نباید گفت که زیستن در چنین دنیایی شادمانی محض نیست با این وجود بسیاری از ما با اینکه از سطح رفاه خوبی برخوردار هستیم اما هنوز در مورد بسیاری از زندگی زندگیمان نگران بوده و دچار استرس می‌شویم. اما چرا به چنین ویروسی همگانی مبتلا شده این؟ ویروسی که با جاه ها و خواستن های بیشتر باعث رنج و استرس همیشگی انسان شده است. دلیل این اتفاق بسیار واضح است. ما آنقدر با گزینه های متعدد احاطه شده ایم که گاه وسوسه می شویم همه آن کارها را امتحان کنیم و به عبارتی ساده تر دستی در همه چیز داشته باشیم. این موضوع باعث می شود که به جای تمرکز در یک زمینه خود را با گزینه های متعدد گیج کنیم. هیچ می دانستید که با این کار بیش از حد خود را تحت فشار قرار می دهید و به تدریج تمام قوا و انرژی خود را از دست خواهید داد؟ چاره این است که ابتدا بررسی کنیم چه چیزی برایمان اهمیت کلیدی و حیاتی دارد. در این صورت شاید این سوال پیش بیاید که تکلیف دیگر گزینه‌هایی که توجهتان را جلب کرده چه می شود؟ جواب ساده است. کوچکترین اهمیتی به آنها ندهید. این بوکلایت به شما کمک خواهد کرد که موضوعات مهم زندگیتان را حتی اگر در ظاهر کوچک و جزئی باشند تشخیص داده و به آنها بیش از هر مورد دیگر اهمیت و توجه نشان دهید. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. 1. چرا نباید خود را با گروه موسیقی متالیکا مقایسه کنید؟ 2. چرا کلید قرار گرفتن در مسیر درست انتقاد از خیش است و سه چرا مرگ باید برای همه ما به معنی پایان باشد بوکلیت شماره یک برای کاری رنج و مشقت بکشید که ارزشش را داشته باشد تصور کنید که بعد از مرگ دستاوردتان روی سنگ قبرتان نوشته می شود اگر بخواهید تنها در یک جمله خود و دستاورد زندگیتان را تعریف کنید چگونه آن را توصیف می کنید؟ جواب این سوال همان چیزی است که هدف و قایت زندگی شما را شکل می دهد. با این حال جواب دادن به این سوال آنقدر را هم ساده نیست. شاید در جواب به این سوال بگویید که ثروت، امنیت شغلی، شادی و داشتن خانواده شاد تمام چیزی است که می خواهید. اما این خواسته ها چندان واضح نیستند و شما به صورت کامل مشخص نکرده اید که منظورتان از ثروت دقیقا چه نوع درآمدی است یا خانواده شادی که آرزویش را دارید چه خصوصیات بارزی دارد حقیقت این است که خواسته های مبهم مشکلزا هستند زیرا این خواسته ها انگیزه کافی برای دنبال کردن اهدافتان را در اختیارتان قرار نمی دهند. اما اگر خواسته را شفاف و با جزئیات کامل مطرح کنید برای رسیدن به آن هدف مشخص از خود پشتکار بیشتری نشان خواهید داد نکته مهم دیگر این است که هیچ شخصی با دست روی دست گذاشتن و تنها نوشتن اهداف و تصویرسازی ذهنی برای آن به جایی نرسیده است اگر میخواهید در زندگی به جایی برسید که انتظارش را دارید باید طعم رنج و سختی را بچشید همه کسانی که امروز جزو افراد موفق در دنیا هستند موفقیت و درخشش خود را مدیون سالها تلاش سخت و پشتکار زیاد هستند بدیهی است که برای رسیدن به اهدافتان باید موانع زیادی را پشت سر بگذارید چون جاده موفقیت مسیری پرفراز و نشیب است در جاده پرپیچ و خم تحقق اهداف شما به اراده و انگیزه قوی نیاز دارید زیرا بدون اراده قوی و اشتیاقی سوزان سنگلاخ های جاده و خستگی راه توان ادامه دادن را از شما خواهد گرفت بنابراین اگر هدفی ندارید که برای رسیدن به آن مصمم باشید در مواجهه با سختی ها و رنج ها از توان خواهید افتاد برای مثال فرض کنیم که هدف شما این است که مدیر یک شرکت مشهور شوید. این آرزو در شما شوق و اشتیاق کافی ایجاد کرده و باعث می شود که نسبت به پیگیری آن انگیزه پیدا کنید. هنگامی که به قدرتی که یک مدیر عامل می تواند داشته باشد یا مسئولیت او فکر می کنید کاملا هیجان زده می شوید. با این حال تحقق این آرزو کار چندان ساده ای نیست. یک مدیر عامل به طور مرتب هفته 60 ساعت کار می کند. او باید تصمیمات سختی بگیرد و لازم است که آمادگی اخراج کردن افراد را در صورت لزوم داشته باشد. این مسئولیت ها نمی تواند توسط کسی که شخصیت متزلزلی دارد انجام شود. بنابراین علاوه بر اینکه برای مدیر شدن تلاش می کنید همزمان باید بر روی خصوصیات اخلاقی خود نیز کار کنید. این کاری است که یک شبه ممکن نیست و نیاز به گذر زمان دارد. علاوه بر گذر زمان برای رسیدن به رویایتان باید متحمل سختی و مشقت هم بشوید. اگر برای خواستهتان ارزش چندانی قائل نیستید بیشک خیلی زود در میانه راه متوقف میشوید و خیلی راحت رویایتان را فراموش خواهید کرد. بنابراین باید به دنبال خواسته ای باشید که ارزش سختی کشیدن و رنج بردن را داشته باشد. در واقع باید ببینید که از انجام چه کاری واقعا لذت میبرید. کار کردن روی چیزی که شما را خوشحال میکند به این معنی است که نه تنها از این تلاش مداوم خسته نخواهید شد، بلکه عادت میکنید که آن کار را همیشه دوست داشته باشید. به عنوان مثال نویسنده این کتاب را در نظر بگیرید. او برد که عاشق نوشتن در مورد روابط و قرارهای عاشقانه است. به همین دلیل تصمیم گرفت وبلاگی شامل نکته هایی در خصوص روابط و قرارهای عاشقانه بسازد این کار در ابتدا کار چالش برانگیزی بود اما به این خاطر که او عاشق کاری بود که انجام میداد در برابر مشقت و سختی راه پیروز شد در نهایت سختی ها نتیجه دادند آن وبلاگ صدها هزار خواننده جذب کرد و به حدی درآمدزا شد که نویسنده آن کار را به صورت تمام وقت انجام داد این نکته را در نظر بگیرید که به دنبال یک زندگی ساده بودن که آری از مشقت است فایده ای ندارد تنها راهی که می توانید از طریق آن در زندگی پیشرفت کنید پیدا کردن هدفی است که می خواهید برای آن متحمل سختی شوید در مسیر تحقق اهدافتان خیلی مهم است که به کارها و وظایفی که برایتان شادی به ارمغان نمی آورند نه در این مورد کاملا بی رحم باشید و دست از چیزهایی که در زندگی شما را شاد نمی کنند بکشید روی چیزهای اندک اما مورد اشتیاق متمرکز شدید و کوچکترین اهمیتی به چیزهای دیگر ندهید. بوکلکت شماره دو رنج کشیدن میتواند منجر به دستاوردهای مثال زدنی شود. وقتی در مورد سختی کشیدن در راه رسیدن به اهداف صحبت میکنیم شاید در نگاه اول به یاد هنرمند فقیری بیفتیم که با وجود تلاش و رنج زیادش کسی قدر او و آثارش را نمیداند. با این حال او هرگز حاضر نیست که تسلیم شود زیرا امید دارد که روزی نبوغش دیده شود بنابراین تا رسیدن به این هدف دست از خواستش بر نمی دارد. این روایت تلخ بیش از آنچه فکر کنی در دنیای امروز واقعیت دارد داستان زندگی گیتاریست آمریکایی دیو ماستین مستاقی از این مورد است ماستین در سال 1983 از گروه موسیقی متالیکا بیرون انداخته شد. آن هم درست در زمانی که گروه متالیکا در شرف رسیدن به شهرت بود. او که به شدت از این ترد شدگی عصبانی بود مصمم شد که به اعضای گروه موسیقی پیشینش نشان دهد که چه اشتباهی کردند. او دو سال به طور خستگی ناپذیر تلاش کرد تا مهارتهایش را بهبود بخشد. او به دنبال موزیسین هایی بود تا یک گروه موسیقی حتی بهتر از متالیکا تشکیل دهد ماستین در نهایت یک گروه موسیقی با نام مگادف تشکیل داد که به شدت محبوب شد و توانست بیش از 25 میلیون نسخه از آثار خود را به فروش برساند گرچه علیرغم موفقیت مگادف ماستین باز هم در زندگی شادی واقعی که دنبالش بود را نیافت او به مقایسه موفقیت خود با دستاوردهای گروه موسیقی سابقش یعنی متالیکا ادامه داد. ماستین به این خاطر که خود را با متالیکا مقایسه می کرد علا رغم موفقیت های درخشانش خود را یک بازنده در نظر می گرفت. عدم رضایت مداوم ماستین به یک خطر رایج در افراد اشاره دارد یعنی اندازگیری موفقیت خود با موفقیت دیگران تنها راهی که ماستین میتوانست احساس موفقیت داشته باشد این بود که از اعضای گروه موسیقی سابقش موفق تر باشد این به معنی آن بود که او محکوم به ناامیدی است چون نمیتوانست همانند گروه متالیکا به چنان شهرتی برسد آنها بر این برای ایجاد حس همیشگی شادی در خودتان باید ارزش های سالم تری پیدا کنید تا دستاورت های خود را بر اساس آنها قضاوت کنید. پیت بست مثال بسیار خوبی از این است که چگونه اتخاذ ارزش های صحیح میتواند منجر به شادی افراد شود. بست هم مانند دیو ماستین از یک گروه موسیقی که در شرف موفقیت بود بیرون انداخته شده بود. یعنی گروه بیتلز بزرگترین گروه موسیقی تاریخ. به میدید که اعضای گروه موسیقی سابقش به اوج موفقیت رسیدند و این موضوع را به شدت افسرده کرده بود اما افسردگی او دیری نپایید و او تصمیم گرفت که ارزشهایش را تغییر دهد او پی چیزی که واقعا در زندگی میخواهد یک خانواده مهربان و تجربه ای یک زندگی خانوادگی شاد است هرچند بست باز هم میخواست موسیقی بنوازد اما یاد گرفت که موفقیت و بدبختی خود را به بود و نبود موسیقی در زندگیش نسبت ندهد این تغییر دیدگاه و ارزش در بست منجر به یک زندگی شاد و توأم با رضایت در شد او توانست مجددا از نواختن موسیقی لذت ببرد حتی با وجود اینکه آن گروه های موسیقی که عضوشان بود موفقیت کمی داشتند بنابراین وقتی که بحث شادی در میان باشد ارزش هایی که برای خود تعیین می کنیم بسیار مهمتر از موفقیت های ظاهری هستند. در بوکلایت بعدی خواهیم دید که چگونه می توانیم ارزش های صحیحی برای زندگی خود بیابیم. بوکلایت شماره 3 بسیاری از افراد تمایل دارند که روی ارزش های مزهک و بیهوده متمرکز شوند. در بوکلایت قبلی متوجه شدیم که مقایسه دستاوردها و ارزشهای وجودی خود و کارهایمان با دیگران منجر به ناامیدی خواهد شد این کار یکی از چندین ارزش مزهک و بیهوده است که ما را از مسیرمان به سمت شادی منحرف می کند. به عنوان مثال احساس لذت را در نظر بگیرید. انتخاب بسیاری از افراد این است که لذت را به عنوان اولویت اول زندگی خود قرار دهند. با این حال فقط به دنبال لذت بودن کار درست و اصولی نیست در حقیقت این موضوع اساسی ترین ارزش معتادان منحرفان جنسی و شکم پرستان است بر اساس تحقیقات آنهایی که لذت را به عنوان بالاترین ارزش در نظر می گیرند احتمالا در زندگی بیشتر از دیگران مضطرب و افسرده خواهند بود یک ارزش پوچ و بیهوده دیگر این است که موفقیت های مادی خود را به عنوان معیار ارزشمند بودن یا نبودن زندگیتان بکار ببرید. چه به دنبال یک ماشین مجللتر از ماشین همسایهتان باشید و یا ساعت رولکس گران قیمتتان را به رخ دوستتان بکشید این ارزش های مادی هیچ منفعت طولانی مدتی به همراه ندارند. واقعیت این است که ثروت بیشتر لزوماً شادی بیشتری به همراه نمیآورد بر اساس مطالعات انجام شده وقتی نیازهای اولیه من در زندگی برآورده شوند از آن زمان به بعد ثروت بیشتر میزان شادی را افزایش نخواهد داد به عنوان مثال اگر بخواهیم کسب ثروت را قبل از ارزشهایی مانند خانواده صداقت یا یک پارچگی دنبال کنیم به دنبال شادی بودن حتی میتواند تأثیرات مخربی نیز داشته باشد بنابراین چطور میتوانید از ارزشهای مزهک و بیفایده دوری کنید جواب این سوال را باید ریشه یابی کرد. به معنی که پیروی از ارزش های مزهک و پوچ اغلب برآمده از نبود ارزش های ارزنده است. بنابراین اگر می خواهید که نه کورکورانه به دنبال لذت باشید و نه به مرسدس بنز جدید همسایهتان حسادت کنید باید ارزش را انتخاب کنید که متناسب با خواسته و نیتتان باشد ارزش که ارزش وقت گذاشتن و البته رنج کشیدن را داشته باشند خلاصه وار می توان گفت که ارزش های خوب باید یک بر اساس واقعیت باشند دو برای جامعه سودمند باشند و سه تأثیری فوری و قابل کنترل داشته باشند به عنوان مثال صداقت را در نظر بگیرید صداقت ارزش بسیار خوبی است که بر اساس آن زندگی کنید چرا که می توانید آن را کنترل کنید فراموش نکنید که این تنها شما هستید که می توانید تصمیم بگیرید که صادق باشید یا نه این ارزش بر اساس واقعیت است و به این خاطر که برای دیگران بازخورد صادق بودن شما را به همراه دارد سودمند است. ارزش های دیگری که مطابق با این سه معیار هستند خلاقیت، سخاوت و فروتنی هستند. بوکلکت شماره چهار به جای اینکه احساس کنید قربانی هستید مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید. هر سال هزاران دونده آماتور در دوی ماراتون شرکت می کنند. بسیاری از آنها رسالت بزرگی از انجام این کار دارند مثل جمع برگ پول برای امور خیریه. اگرچه بسیاری از دوندگان در به پایان رساندن مسیر با دشواری مواجه می شوند، اما اکثر دوندگان آماتور از این دستاورد خود مفتخر هستند. حال تصور کنید به جای اینکه داوطلبانه در یک ماراتون شرکت کنید تحت یک اجبار سفت و سخت مجبور می شدید که در آن شرکت کنید در این صورت فارغ از اینکه چقدر خوب دویدید احساس و تجربه خوبی از شرکت در ماراتون نخواهید داشت واقعیت این است که احساس اجبار در قبال انجام کاری آن را فاقد لذت و رضایت درونی شما می کند. متاسفانه زندگی بسیاری از ما به گونه ای سپری می شود که گویی تجاربمان به ما اجبار شدند. برای مثال وقتی در یک مصاحبه کاری موفق نمی شویم یا توسط شخصی که دوست داریم ترد می شویم و یا حتی وقتی به موقع به اتوبوس نمی رسیم خود را قربانی شرایط به وجود آمده می دانیم. در حالی که تا خودمان نخواهیم هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند باعث ایجاد احساسات ناخوشایند در ما شود. شاید نتوان وقایع بیرونی را تحت کنترل خود گرفت اما حداقل می توانیم کنترل احساسات و واکنش هایمان را در دست بگیریم نمونه احساس قربانی شدن را می توان در زندگی فردی به نام ویلیام جیمز به وضوح مشاهده کرد ویلیام جیمز در یک خانواده ثروتمند و مفرح آمریکایی در قرن 19 هم به دنیا آمد او از لحاظ جسمی در سلامت نبود ویلیام اغلب حالت تهوع داشت و در ناحیه پشت بدن و کمر از درد ازولانی رنج می برد اولین رویای او این بود که نقاش شود اما هرگز برای رسیدن به این هدف مصمم و قاطع نبود متاسفانه اگر علاقه ای هم از خود بروز میداد پدرش دائما به این خاطر که او استعداد نداشت او را مسخره می کرد. بعد از اینکه از نقاشی ناامید شد تصمیم گرفت تا حرفه پزشکی را به عنوان شغل آیندهاش انتخاب کند اما متاسفانه در این کار هم موفق نشد جیمز وقتی که در دانشگاه علوم پزشکی بود ترک تحصیل کرد بعد از آن تصمیم معیوز کننده جیمز بسیار افسرده شد او برای لحظه ای زندگی خود را مرور کرد او با خود فکر کرد که نه از نعمت سلامتی برخوردار است و نه شغلی دارد که از آن امرار معاش کند بدتر از همه او حتی خانواده ای نداشت که از او حمایت کند فکر کردن به تمام اینها باعث شد که جیمز آنقدر خود را درمانده و حیران ببیند که جز خودکشی راه حل دیگری به ذهنش نرسد اما در گیرودار خودکشی او به صورت تصادفی با کتابی آشنا شد که زندگیش را تغییر داد نویسنده آن کتاب فیلسوفی به نام چارلز پیرس بود پیام اصلی کتاب این بود که هر شخصی باید مسئولیت صد درصدی زندگی خود را بر عهده گیرد. خواندن این جمله آنقدر برای ویلیام نو و تازه بود که تأثیر تکان ای در ادامه زندگی او گذاشت. جیمز پی برد که تمام مشکلاتش از این باور نشأت می‌گیرد که او قربانی تأثیرات بیرونی است. او در مقابل وقایع بیرونی مانند بیماری یا انتقادهای پدرش خود را آنقدر ضعیف و درمانده میدید که فقط احساس قربانی شدن داشت اما با خواندن آن کتاب ویلیام پی برد که مسئولیت زندگی و کارهایش بر عهده خودش است بنابراین ویلیام تصمیم گرفت که از نو زندگیش را آغاز کند پس از سالها کار سخت جیمز بدل به فردی پیشگام در علم روانشناسی آمریکا شد بنابراین اگر زمانی احساس کردید که قربانی شرایط ناگوار و وقایع بیرونی هستید زندگی ویلیام جیمز را به یاد بیاورید و سعی کنید مسئولیت زندگیتان را بر عهده بگیرید برای مثال تصور کنید که شریک زندگیتان به رابطه اش با شما پایان می دهد. خیلی راحت می شریک زندگیتان را مقصر اتفاق به وجود آمده بدارید و او را به خاطر سنگدل بودن سرزنش کنید. با چنین واکنشی به راحتی خود را تبرئه کرده و از قبول مسئولیت شانه خالی می کنید. عمل هوشمندانه تر این است که شما هم در این جدایی خود را مسئول بدانید و بررسی کنید که چگونه در این جدایی سهمی داشته اید. شاید در امور مختلف به شریک زندگیتان کمک نکردید، شنونده خوبی برایش نبودید و یا هرگز برای رؤیاهایش اهمیتی قائل نشدید. با تشخیص اشتباهات و کار کردن روی آنها می توانید در آینده از وقوع چنین اشتباهاتی اجتناب کنید. تنها در این صورت می توانید تجربه داشتن یک زندگی بهتر و شادتر را داشته باشید. بوکلیت شماره 5 ما اغلب هنگامی که هویتمان در خطر است پا به فرار می گذاریم. تصور کنید که مدیر ارشد یک شرکت بزرگ و برجسته هستید از شغلی که دارید و از درآمدتان بسیار راضی هستید علاوه بر این صاحب یک اتومبیل شیک هستید و همیشه لباسهای زیبا و جذابی به تن می کنید. در کنار همه اینها همکارانتان احترام زیادی برای شما قائل هستند و این باعث می شود عاشق شغلتان باشید. به عبارتی گویی شغل شما هویت شماست. حال تصور کنید که این فرصت را دارید تا به بالاترین سطح در حرفه تخصصی خود دست پیدا کنید. برای مثال مدیر شرکتتان از شما میخواهد که یک مقاله انتقادی از یک موضوع بحث برانگیز روز جامعه بنویسید و آن را در فضای عمومی به اشتراک بگذارید. هرچند در صورت موفقیت ممکن است مشهور شوید اما احتمال شکست هم وجود دارد. در واقع قدم گذاشتن در این راه همراه با ریسک های بسیار بزرگی است. به عبارت ساده تر اگر نتوانید به بهترین شکل ممکن این کار را انجام دهید همه چیز را از دست خواهید داد. یعنی شغلتان، اتومبیل، احترام و مهمتر از همه هویتتان. آیا با دانستن این خطرات باز هم حاضر هستید که ریسک کنید؟ اکثر مردم این ریسک را نخواهند کرد. این امر نتیجه پدیده است که نویسنده این کتاب به آن میگوید قانون اجتناب مانسون یا مانسنز law of avoidance یعنی تمایل انسان برای فرار از هر چیزی که هویت او را به خطر می اندازد. گرچه دوری از ریسک های بزرگ مانند ریسکی که به آن اشاره شد ممکن است در ظاهر عاقلانه باشد اما تلاش آجزانه ما برای محافظت از هویتمان بیشتر مانع است تا اینکه کمک کند به عنوان مثال بسیاری از هنرمندان و نویسندگان و آماتور حاضر نیستند کار خود را در معرض عموم قرار دهند آنها از این میترسند که اگر کار هنری یا نوشته خود را نشان دیگران دهند هیچ کس از آن خوشش نخواهد آمد این دست از افراد در این باور هستند که شکست هویت آنها را نابود خواهد کرد هویتی که حول محور امکان تبدیل شدن به یک هنرمند بزرگ بنا شده است به همین دلیل هرگز این کار را امتحان نمی کنند خوشبختانه راهی وجود دارد تا بتوانید آثار نکات منفی قانون اجتناب مانسون را کمرنگ کنید این راه الهام گرفتن از مکتب بودیسم است بودیسم نوعی مکتب فکری است که به انسانها کمک میکند تا از همه های بالقوه انسانی برای درک ذات واقعی حقیقت بهره ببرند بودیسم به ما میگوید که هویت یک وهم است توجه داشته باشید تمامی برچسبهایی که به خود نسبت میدهیم نظیر ثروتمند فقیر شاد ناراحت موفق، شکست خورده و غیره صرفاً ساختگی هستند. این برچسب ها واقعی نبوده و به همین دلیل نباید بگذاریم این برچسب های ساختگی زندگی ما را تحت کنترل خود گرفته و بر ما حکم کنند. بنابراین باید تمرین کنیم که دست از هویت دروغینی که برای خود ساخته این برداریم. رها کردن خود از هویت‌های ساختگی میتواند یک تجربه فوق‌العاده باشد. به عنوان مثال ممکن است این هویت را از خود ساخته باشید که شغلتان مهمترین چیزی است که برایتان اهمیت دارد شما این اهمیت را آنقدر پر رنگ و حیاتی در نظر گرفته اید که حتی آن را از خانواده و سرگرمی هایتان هم مهمتر می دانید این هویت ساختگی باعث می شود آنطور که باید از زندگیتان لذت نبرید و خانواده ایتان را هم از خود برانید چاره این است که خود را از این تصوری که از خیش دارید رها سازید چرا که این هویت تنها شما را محدود می کند هویت جدید شما فردی است که شادیش را فدای کارش نمی کند با داشتن چنین رویه قادر خواهید بود از هر کاری که باعث رضایت و شادیتان شود استقبال کنید حال آن کار می تواند وقت گذراندن با فرزندانتان باشد یا ساختن یک ماکت چوبی برای فرزندانتان بوکلیت شماره 6 اگر به دنبال تغییری مثبت هستید باید اشتباهات و نقاط ضعف خود را بپذیرید آیا شما هم از افراد از خود راضی که همیشه فکر می کنند حق با آنهاست برتان میآید افراد آزار ای که فکر می کنند همه چیز را می بدتر از همه این است که حتی وقتی به آنها می گویید که حق با آنها نیست به حرفتان گوش هم نمی دهند شاید با خود بگویید که از این دسته افراد نیستید اما باید بگوییم که متاسفانه شما چنین ویژگی دارید در واقع همه ما هر از گاهی دچار این وهم می شویم که حق با ماست در صورتی که نیست. این مثال را در نظر بگیرید. یکی از دوستان نویسنده به تازگی با مردی نامزد کرده بود. این داماد آینده تقریبا در چشم همه انسانی نجیب و مهربان بود. اما برادر دختر به هیچ وجه این نظر را نداشت. او مدام از انتخاب شریک زندگی خواهرش انتقاد می کرد و باور داشت که نامزد خواهرش در نهایت او را ناراحت خواهد کرد. اکثر اطرافیان میدانستند که او اشتباه می کند از جمله خواهر خودش اما علا رقم خانواده و فامیل برادر دختر نمیخواست این واقعیت را بپذیرد که دچار وهم شده است این چیزی است که ممکن است بیشتر ما در زندگی دچار آن شده باشیم اگر میخواهید همانند این شخص دچار توهم نشوید باید حاضر باشید که بارها و بارها از خودتان بپرسید که آیا شما اشتباه میکنید یا نه تنها از این طریق می توانید از موقعیت هایی که به اشتباه فکر می کنید حق با شماست دوری کنید. اما گفتن این کار خیلی ساده تر از عمل کردن به آن است. خیلی از اوقات عقاید اشتباه ما نقطه های ما را پوشش داده و توجیه ما در انجام دادن یا ندادن بسیاری از کار هاست. انسان به خوبی می داند که اگر تصمیمات و رفتارهای خود را به طور دائم زیر سوال ببرد به حقایق تلخی در مورد خود پی خواهد برد. مجددا برمیگردیم به مثال برادر بیش از حد سخت گیر این احتمال وجود دارد که دلیل بیزاری و بیعلاقگی برادر دختر این بوده که به شدت در حال پنهان کردن نقطه ضعف خود بوده است به نظر شما او چه نقطه ضعفی می توانست داشته باشد شاید نقطه ضعف او این بود که چرا او همانند خواهرش نتوانست شریک زندگی و عشقی هیجان انگیز برای خود بیابد شاید هم به این مسئله حسادت میورزید که خواهرش توجهش را به جای او به نامزدش معطوف کرده است. برای او ساده بود تا کورکورانه فرضیات اشتباه بسازد تا اینکه با نقاط ضعف خود روبرو شود. خوشبختانه شما مجبور نیستید در همین دام گرفتار شوید اگر آمادگی این را داشته باشید که عقاید خود را از زیر سوال برده و با نقاط ضعف خود روبرو شوید می توانید رفتار سالمتر و شادتری داشته باشید بوکلایت شماره هفت عشق رمانتیک می تواند مخرب باشد مگر اینکه قادر به کنترل کردنش باشیم داستان عشق نافرجام رومئو و جولیت احتمالا معروفترین داستان عاشقانه در دنیا است با این حال به هیچ عنوان یک داستان شاد نیست این داستان نسبتا تلخ و آشوبناک است و شامل قتل تبعید و دشمنی های خونی نیست که در آخر به خودکشی آن دو دلداده می انجامد داستان غمانگیز آن عاشقان بخت برگشته به قدرت مخرب عشق رمانتیک اشاره دارد. مطالعات نشان دادند که روابط پرشور و شوق و عشقهای آتشین تأثیر محرکی روی مغز دارند که مشابه تأثیر کوکائین است. به این معنی که در هنگام عاشقی کسی بالا بودن و اوجی فوقلاده را حس می کنید. سپس به واسطه اتفاقاتی نظیر درگیری، اختلاف نظر و یا شاید هم تکراری شدن شخص مقابل مجددا این حالت را از دست می دهید و سقوط می کنید. سپس مجددا به دنبال بالا بودن می گردید و اگر آن را در فرد مورد نظرتان نیابید در شخص دیگری به دنبال آن حس خوشایند اوج می گردید. متاسفانه این مسیر منتهی به درد و عذاب است و سرخوشی ماندگاری به دنبال ندارد. در زمان شکسپیر خطرات عشق رمانتیک به خوبی بر همه آشکار بود. شاید هم مقصود شکسپیر از به قدم درآوردن رومئو و جولیت انتقادی بر عشق رومانتیک به عنوان یک شور و اشتیاق مخرب بود دقیقا تا قرن 19 هم اکثر روابط و ازدواجها بر اساس خصوصیات رفتاری افراد و مهارت آنها صورت می گرفت نه بر مبنای عشق پرشورشان اما امروزه شرایط بسیار تغییر کرده است این روزها عشق و احساسات اکثرا به عنوان یک ایدئال به حساب می آید و این مسئله می تواند منجر به دل شکستگی افراد شود با این وجود در این شرایط چه کاری می توانید انجام دهید آیا باید به کلی از ایده عشق ای رمانتیک منصرف شوید نه دقیقا عشق رومانتیک رمانتیک بسته به دستاوردهایی که برای افراد دارد می تواند مفید یا مضر باشد عشق موزر زمانی رخ می دهد که هر کدام از افراد موجود در یک رابطه از عشق برای فرار از مشکلات خود استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از زندگی خود راضی نباشند به همین دلیل از عشق و احساساتی که نسبت به یکدیگر دارند به عنوان عاملی برای اینکه توجه خود را منحرف سازند استفاده می کنند. متاسفانه هیچ کس نمی تواند مشکلات شخصیش را تا ابد مخفی نگه دارد در نهایت اجتناب از مشکلات که به شکل عشق به دیگری نمایان شده بود به تدریج از بین می رود. از سوی دیگر عشق مفید زمانی رخ می دهد که هر دو افراد حاضر در رابطه به شدت به دوستی خود اهمیت دهند. به جای اینکه از رابطه برای منحرف کردن توجه خود استفاده کنند آنها به هم متعهد هستند. در یک عشق حمایت کننده دو طرف به جای اینکه روی احساسات خود تمرکز کنند هر کدام از دیگری حمایت می کند اما این حمایت باید از جانب فرد مقابل مطالبه شده و کاملا اختیاری باشد اگر یکی از طرفین بخواهد با گذاشتن محدودیت های بیشتر روی زندگی شریکش کنترل داشته باشد و به اجبار مشکلات شریکش را خودش حل و فصل کند چالش بزرگی به وجود می آید. اگر یک فرد بخواهد بر فرد مقابل سلطه داشته باشد مشخصا نشان دهنده یک عشق مزر است بوکلیت شماره 8 انسان ها به شدت از مرگ حراس دارند و به همین دلیل سعی می کنند فراتر از آن نیز زنده بمانند شاید دوست نداشته باشید که در موردش فکر کنید اما یک روز مرگ به سراغتان خواهد آمد این حقیقت ناراحت کننده و اینکه چطور با آن کنار بیاییم تا حد بسیار زیادی به این بستگی دارد که همین حالا چگونه زندگی میکنیم. کنیم. برای اینکه به طور کامل درک کنید مرگ تا چه حد زندگی ما را کنترل میکند میتوانیم به کار ارنست بکر نگاهی بیندازیم. بکر دکترای مردم شناسی داشت و یک فرد تکرو بود به این معنا که عقاید مستقل خود را داشت. اگرچه روی کرد نامتعارف و مرگ زود هنگامش حرفه آکادمیک او را محدود کرد اما او کتاب تأثیرگذاری در مورد مرگ نوشت کتابی با عنوان انکار مرگ یا The Denial of Death بکر در این کتاب دو ایده کلی را ارائه کرد ایده اول این بود که انسانها به شدت از مرگ حراس دارند برخلاف دیگر حیوانات انسان این قابلیت را دارند تا در مورد شرایط فرضی فکر کنند ما می توانیم تصور کنیم که زندگیمان چطور می توانست باشد اگر در دانشگاه رشته دیگری را خوانده بودیم یا مثلا به جای اینکه معلم شویم به رشته داروسازی روی می آوردیم اما این توانایی برای فرضیه سازی یک نکته منفی دارد ما می توانیم تصور کنیم که زندگی پس از مرگمان چگونه خواهد بود حال می رسیم به ایده دوم بکر از آنجایی که میدانیم محکوم به مرگ هستیم سعی میکنیم یک هویت ذهنی از خود درست کنیم که حتی پس از مرگمان به حیات ادامه دهد به بیان دیگر ما زندگی فانی خود را صرف پیدا کردن پروژه های جاودانی میکنیم یعنی چیزهایی که بعد از مرگمان میراس ما را جاودانه کنند همین آرزوست که برخی را ترغیب میکند تا به دنبال شهرت باشند در حالی که شاید دیگران به دنبال این باشند که نشانی از خود در دین، سیاست یا تجارت باقی بگذارند. اما رؤیای جاودانگی برای جامعه مشکلاتی را به وجود می آورد. خواسته ی مردم برای تغییر دنیا یا حداقل بخشی از آن آنطور که مطابق با میلان هاست منجر به جنگ، خرابی و عذاب شده است. علاوه بر این خواسته ی آجزانه برای اینکه نشانی از خود باقی بگذاریم برای ما استرس و اضطراب به همراه خواهد داشت. خوشبختانه یک راه حل بسیار ساده وجود دارد و آن این است که دیگر نباید در طلب جاودانگی باشیم به بیان دیگر باید کمترین اهمیت را به شهرت و قدرت دهیم و در عوض روی زمان حال و اکنون تمرکز کنیم در زمان حال به دنبال معنا باشید و سعی کنید شادی و لذت را در جایی که هستید به دنیای اطرافتان اشاعه دهید همچنین افکار ما نباید تنها محدود به مرگ باشد همانطور که در این مطالب آموختید اینکه سعی کنید برای همه کس از همه چیز باشی تنها منجر به درد خواهد شد اگر میخواهید یک زندگی شاد را در پیش بگیرید روی چیزهایی که از آن لذت میبرید تمرکز کنید با تمرکز بر روی چیزهایی که واقعا دوستشان دارید تمام چیزهای دیگر حواسپرتی های بیفایده هستند ما در زندگی سعی می کنیم کارهای بسیار زیادی انجام دهیم و این امر منجر به استرس و ناراحتی می همه ما نیاز داریم که بیاموزیم تا دیگر کمترین اهمیتی به چیزهایی که برای ما درد و رنج به همراه دارند ندهیم انتخاب کنید که واقعا میخواهید به چه چیزی اهمیت دهید و از این طریق رویکرد سازندهتری نسبت به کار عشق و خود زندگی ایجاد کنید پیشنهاد کاربردی ترس از دست دادن نداشته باشید و بیاموزید که نه بگویید اگر میخواهید روی چیزهایی که واقعا برای شما اهمیت دارند تمرکز کنید پس باید بیاموزید که به دیگران نبگویید فومو یا ترس از دست دادن ما را مضطرب میکند اما حقیقت این است که ما در هر صورت اکثر چیزها را از دست خواهیم داد نمی توانید هم بهترین موقعیت شغلی را داشته باشید هم با خانواده وقت زیاد بگذرانید و هم کلی وقت داشته باشید تا در یک ساحل آفتابی موج سواری کنید مهم این است که برای مهمترین چیزی که واقعا باعث شادی و رضایت خاطرتان می شود متمرکز شوید. بنابراین انتخاب کنید که چه چیزی برای شما مهم است و ما بقیه چیزها را نادیده بگیرید و در این مسئله کاملا بیرحم باشید. به عنوان مثال مسیری را پیش بگیرید که مدیر میلیاردر محمد ال مشخص کرد. کسی که از کار پردرآمد خود استعفا داد تا با دختر کوچکش بیشتر وقت بگذراند.